سلام به ویدیو دیگه خیلی خیلی خوش اومدید اینجا گلوسی و منم آرشم امروز اومدیم از این مزاره بازدید کنیم گفتم این ویدیو برای شما هم بگیرم که هم از منظره لذت ببرین همین که یه گیاهی اینجا ما باش, برخوردیم الان سمت جنوب ایران هستیم یه گیاه ما باش برخوردیم به اسم کاکل بریم با هم دیگه در مورد این گیاه کم صحبت کنیم پس آخر ویدیو با باشید گیاه که امروز گفتم در اوش میخوایم صحبت کنیم کاکل هست که این اسم محلیش هست و توی استان بوشهر و کلا جنوب ایران این گیاه خیلی به وفور پیدا میشه گیاه خودرویی هم هست که توی کنار مزرعه ها توی بیابون زمین هایی که یه مقدار شور باشن میرویه اسم دیگه این گیاه شور سیاه مصری هست که این گیاه توی عربستان مصر شاخ آفریقا و توی جنوب کشور عزیزمون به صورت خودرو میرویه محلیان به این گیاه کاکل میگن که این گیاه با ماست میل میکنن یا غذاهایی که کم نمک هست این سبزی رو بگی به بچه برو سر زمین کاکل بکن بیار میرن کاکل میکنن با گیاه با غذاهایی که یکم نمکشون کمه میل میکنند سرشار از یود هست فیبر هست و ویتامین و مواد مغزی هست در حد ماهی توش یود داره همونطور که میدین می این گیا خودرو هست و همینجا رویده برای که بخوایم بکنین سعی کنین داخلش بگردین اونایی که یه مقدار شاخه های بنفش رنگی دارن طعم بهتری دارن اینا رو از پایین بکنین از پایین ساغه، ساقه و فقط جدا کنید سعی کنید که اینا رو از ریشه نکنیم چون اینجا ما اکوسیستمی داریم که خیلی از جانوران حشرات پرندگان میان از این اکوسیستم تغذیه میکنن و اگه ما بییم اینا رو ریشه کن کنیم جمعیت اینا کم میشه و احتمال جمعیت اون حشره یا یا حتی پرنده کم بشه و به اکوسیستم ضربه وارد کنیم همون جوری که امروز ما تمام اکوسیستم ها رو داریم از بین میبریم و سعی کنید کندش هم زیاد روی نکنیم باز اینجا طبیعت دیگه ما نباید به طبیعت ضرر وارد کنیم ولی طعم خیلی جالبی داره اگه حتما جنوب اومدید توی معمولا سبزی فروشی ها میتونید این سبزی خوشمزه رو پیدا کنید به اسم کاکل هست یا اینکه یه صحرایی پیدا کنید بیاین توی صحرا و بکنین و میل کنید از زمسون شروع میشه روی شش و توی زمسون هم تشریف این جنوب میتونید سبزی رو پیدا کنید یه نکته جالب دیگه هست موقع که ما زمسون کم بارش داشته باشیم خیلی 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 به ندرت میتونیم این سبزی رو پیدا کنیم و خیلی به بارش رابطه مستقیم داره راستی عیدم مبارک برگ های این گیاه به شدت آبدار هستند و برگ های به شدت آبداری داره این گیاه گیاه یک ساله هست و یک ساقه اصلی تشکیل شده و ساقچه هایی که به اون متصل هستن برگ های این گیاه قابل خوردن هستند و شما حتی ساقش هم میتونید بخورید که یکم مزه شورتری نسبت به برگ داره طعم یه مقدار شوری داره بیمه خیلی شوری داره ولی این شورش بستگی به بارون و خاکی که توش میرویه داره اگر که سنش خیلی زیاد بشه و اینطوری برگاش کوچولو نباشه برگاش خیلی بزرگتر بشه تمزه تلخی هم داره که زیاد باب تب نیست و یک شباهت جالبی داره توی شیراز ما خرفه زیاد داریم که یک شباهت خیلی زیادی به خرفه داره خرفه برگاش پنتر این برگاش سوزنی برگتر اینم به خاطری این که تعرق گیاه کمتر بشه چون تو منطقه کویری حدودا هستیم منطقه گرمی هستیم باعث میشه تعرق کمتر بشه و کمتر آب گیاه از دست بده به خاطر همین که برگاش سوزنی ب... سوزنی کرد و کوچیکتر از خرفه هست ولی تعم خیلی جالبی داره اگه حتما جنوب اومدین پشیمون نمیشین اگه امتحانش کنید ممنون که تا جمعه این ویدیو رو تماشا کردید حتما حتما لایک و کامنت یادتون نره نظر انتقاد پیشنهادی داشتید یا دوست داشتین از این مدل ویدیو هایی که طبیعتگری جورایی میشه گفت براتون بذارم حتما تو کامنت برای من بنویسید بهم انرژی میده و براتون باعث بیشتر ویدیو بگیرم تا درود دیگر بدرود